با سلام به شما بینندگان عزیز برنامه Live with Suzi از تلویزیون عصر امروز. امیدوارم که هر کجای دنیا که هستید و بیننده این برنامه خوب و خوش باشید. جمعه عصر است و مطابق معمول چند هفته گذشته برنامه جدید Live with Suzi رو که دیگه نسبتاً یواش یواش لغت جدید رو با دستوش در بیاریم رو تقدیم حضورتون میکنم. من سوزی خاتمی تهیه کننده و مجری برنامه هستم که جمعه ها به وقت محلی لس آنجلس 5 تا 6 با شما و در کنار شما هستم با مهمانان عزیزی که به برنامه ها دعوت میکنیم. همینطوری که ملاحظه میکنید خوشحال هستم که مهمان بخش اول برنامه امروز ما آقای علی پورتاش هستن که با نام ایشون، چهره ایشون و فعالیت های هنریشون مطمئنن شما علاقمندان به هنر تئاتر، سینما و تلویزیون آشنا هستید. خیلی خوش آمد میگم و خوشحالم از اینکه دعوت رو پذیرفتید. خیلی ممنون که دعوت هم کردید. منم سلام میدم همینطور به بیننده های خودتون. ممنونم آقای پورتاش. قبل از اینی که بریم و با شما صحبت داشته باشیم و به بهانه نمایش جدید شما که به نویسندگی و کارگردانی و بازیگری خود شما هم هست، چند میگیری زنمو بکشید، یا از این راحت‌تر نمیشه، که نام این نمایش هست و همین پس فردا قرار هست که به روی استیج بره، بهانه بوده که من در خدمت آقای علی پورتاش باشم در این برنامه. ولی به مناسبت بریکینگ نیوزی که متاسفانه همه ما رو امروز پیش از ظهر در لس آنجلس تکان داد و همه مسافرهایی که به فرودگاه لس آنجلس پرواز میکنن یا پرواز به بیرون داشتن رو واقعا تحت شعاع خودش این خبر قرار داد و هنوز که هنوزه خبرها از این طرف و اون طرف و تمام رسانه ها به دست میرسه، اون شخصی که این کار رو کرده که یک شخص 23 ساله هست تحت عنوان پال انتونی سیانسیا، ایشون رو گرفتن که 23 سالش هست و گویا از اهالی نیوجرسی هم هست و آمده در فرودگاه LAX و این آشوب رو به پا کرده. یک نفر هم اینطوری که پلیس گفته طبق خبرها کشته شده که خود این شخص هم از مامورهای TSA آفیسر بوده که متاسفانه کشته شده، ولی هنوز اسم او رو نمیخوان اعلام بکنن رسانه ها. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت asramruz.com جویا بشید یا به رسانه های دیگری که مورد علاقتون هست سریع بزنید. و ما بریم و با این امید که دنیا دنیای بهتری باشه و از آشوب به دور، گفتگومون رو در خدمت آقای علی پورتاش ادامه بدیم. آقای علی پورتاش، میدونم که شما هم مثل من قبل از انقلاب ایران رو ترک کردید و به خاطر ادامه تحصیلات به آمریکا آمدید و اینجا به تحصیل پرداختید. ولی قبل از اینی که ایران رو ترک بکنید، گویا از سنین نوجوانی 14-15 سالگی بوده که شما به کانون پرورش فکری کودکان دعوت شدید. درسته. و آقای اردوان مفید و آقای بیژن مفید، اگر اشتباه نکنم، بله، آقای بیژن مفید که نویسنده بودن، آقای اردوان مفید مربی من بودن و آقای دانلافون کارگردان ما بودن. عجب. در این سنین نوجوانی کشف کردن که آقای علی پورتاش به هر حال هنرهای نهفته‌ای دارن و دعوتشون کرده بودن و ایشون هم نمایشنامه‌های رو اجرا کردن در اون سنین واقعا نوجوانی و بعد هم دو فیلم کوتاه ساختید که جوایزی هم از در واقع شده. بله، در واقع سه تا فیلم ساختم، دو تا فیلم 8 میلیمتری ساختم. یه فیلم 16 میلیمتری که 16 میلیمتری رو بعداً تو 18 ساله ساختم و فروختم که اتفاقا همون پول خودش کمک کرد که اصلا بیام امریکا. چه خوب. ولی دو تا فیلم اولی که درست کردم، یکی تو 14 سالگی بود، یه فیلم 8 میلیمتری بود، 5 دقیقه‌ای به اسم دو تا چشم دارم شریک که جایزه دیپلم افتخار از میلان رو گرفت ایتالیا. بعد یک سال بعد 15 سالگی معلمم آقای ارسلان ساسانی بود، معلم فیلم سازیم، تو 15 سال همه اینا تو کتابخونه بود، تو یک کتابخونه شماره دو. فیلم دومم مرغ، سه تا جایزه گرفت، جایزه شهردار هیروشیما رو گرفت، جایزه هلسینکی فنلاند رو گرفت. راهو. و جایزه تلاویو اسرائیل که به خاطرش حضور شهبانو رفتیم و جوایز دریافت کردیم. چقدر عالی. آره، که اتفاقا دو هفته سه هفته پیش شهبانو زنگ زدن. بله، گفتیم برای آره، تعریف برای خود منم جالب بود چون اصلا آقای کاردان با من یه مصاحبه کرده بودن و مثل اینکه تو وایس اف امریکا این مصاحبه نشون داده بودن و من از بک‌گراندم گفته بودم و خب خانم ملکه هم خب دیده بودن و خب از قرار خوششون اومده بود، شماره تلفن من از تلویزیون خواسته بود که خودشون شخصا زنگ بزنم به خود من بگن که از مصاحبه خوشم اومد، چون کانون واقعا به اصطلاح فکر ایشون بود که بعد خانم لیلی امیر ارجمند و به اصطلاح مدیر اونجا کردن که بله.
به بچه های ایران واقعا کمک بشه، که یکیشون من بودم. مثلا کلی ترجمه کردم وقتی شهرمون رو به شخص خود من زنگ زد. آره جالب پیشه که دو بارم برای من مسیج گذاشته بودم، من نتونستم پیدا کنم چون بلاک بود، من نمیتونستم زنگ بزنم. هی خلاصه بالاخره دفعه سوم زنگ زدم، یه شوخی خیلی قشنگی هم کردن، گفتن آقای پورتاش ما من خیلی راحت میتونم افراد تو کاخ سفید پیدا بکنم، شما گفتم آقا خانم بلاک بود منو ببخشید. چه جالب. خیلی خانم مهربون، بسیار ملکه مهربون، خیلی علاقه من به هنر. بله. و واقعا این بودن همیشه که منم یادم هست از حتی زمان بچگی که خیلی علاقه من بودن به اینی که هنر رو پرورش بدن جوانها رو، نوجوانها رو. کمکی که شهبانو به بچه های ما کردن اصلا شاهکار بوده. یعنی میگم یکیش خود من از یه خانواده کارگری میام از جنوب شهر تهران که ما هیچ چانسی شانسی واقعا برای هیچی نداشتیم. به اون صورت توی طرف های کشتارگاه چارای عباسی ربات کردیم، اون طرف ها زندگی میکردم. ولی این کتابخونه که باز شد، خب این بچه کارگر وقتی میره اونجا، وقتی این همه امکانات بهش میدن، تو 14 سالگی فیلم بسازه، جایزه بگیره، خیلی جالبه. آره بعدش تو 18 سالگی من با دوست آمریکایی ریچارد دیکسون یه فیلم درست کردیم که نویسنده و کارگردانش من بودم، ایشون دستیار دانلافون بودن و این فیلم ها حتی آقای عباسی کیارستمی کمک کردن که این فیلم فروخته بشه به کانون. میدونید کانون اصلا برای ما بچه ها که میگم به خاطر شهبانو درست شده بود. بله. و دستور شهبانو درست شد، برای ما معجزه بود. یه معجزه بود برای من که معجزه بود. چقدر عالی. خب به هر حال یه همچین کمک هایی باعث میشه که بعد افرادی مثل شما که واقعا یک علاقه ای دارن، یک هنرهای نهفته ای درشون هست، جایی باشه که بعد بتونن اونها رو ادامه بدن و پرورشش بدن. شدن و کارگردانای عالی ایران شدن. همینطوره. به هر حال انسان احتیاج به موقعیت داره، حالا هر چقدر که ما ممکنه در بعضی جاها و کارهامون اینتلیجنت باشیم یا سمارت باشیم، تا موقعیت برامون نباشه نمیتونیم اونها رو نشون بدیم. چقدر خوشحالم که شما هم قدردانی میکنید. و اما بعد از اینی که شما مراحل رو توضیح دادید و در کانون پرورش فکری کودکان اونجا بودید و بعد هم تشریف آوردید به آمریکا، اومدم به آمریکا یک سال قبل از به ایالت کالیفرنیا اومدید مستقیم. اوکی. بعد اینجا رفتید به من اول دانشگاهی که رفتم لس آنجلس سیتی کالج بود که دو سال اونجا پروداکشن فیلم خوندم، بعد رفتم انتیاک یونیورسیتی که لیسانس هم تو رشته روانشناسی گرفتم، بعد رفتم نشنال یونیورسیتی که یه فوق لیسانس تو رشته ایژوکیشن که تیچینگ کردنشال هم گرفتم که معلم شدم. الان من حدود 30 ساله که تدریس میکنم. الی یونیفاید آقای علی پورتاش تدریس میکنن به بچه ها. حدود 12 سال پیشم یه فوق لیسانس دیگه از دانشگاه نورتریج گرفتم تو رشته سینما، چون سینما پشن من بود، فیلم استادیز، اینه که باید دنبال اون قضیه هم میرفتم. چقدر خوب. آره و تمام این مدت هم خب به هر حال ازدواج کردم با همسر آمریکاییم که دختر خاله همون شخصی بود که گفتم که با هم دیگه فیلمو ساختیم. چقدر جالب. پس so many good stuff happened آره. in your life. A lot. That's lovely. بعد از زمانی که من ثمره این ازدواجم یادمون نره، بگیم که دو تا فرزند هست، هر دو هم ماشاءالله پسرای نازنین دسته گل که آره بزرگم الکساندر جهان اسمشه، 21 سالشه، دومیش 16 سالشه، جاناتان بیژن. خب بسیار عالی. آره بچه ها مثل پدر علاقه مند به کارهای هنری هستن یا خیر؟ بالا یا شما خیلی تشویقشون نمی کنید؟ یکیشون صداش خوبه، اون یکی هم گیتار میزنه و پیانو میزنه. برای بازیگر اینا ما سعی خودمون رو میکنیم، اگر نخواستن دوست دارین که بس دنبال روی کار شما باشن. از خدا ما. آره. چه خوب چه جالب. آخه بعضی پدر مادرها حرفه‌ای که خودشون دارن لزوما دوست ندارن بچه اون حرفه رو دنبال کنن. آخه چرا؟ بعضی هم خیلی دوست دارن. بستگی داره. اگر کسی یه علاقه پشن و استعداد این قضیه رو داشته باشه به نظر چرا من که نه. زیباست. خب انشالله که موفق باشن. حالا برگردیم به کارهای آقای علی پورتاش. زمانی که از ایران خارج شده بودن به آمریکا تشریف آوردن، که با توجه به اینی که به مدرسه و دانشگاه میرفتن، در این حال هم در زمینه فیلم‌های آمریکایی، تئاتر و غیره فعالیت‌هایی داشتن که حالا ازشون خواهش می‌کنیم خودشون توضیحاتی در این مورد بدن. من نمایشی آمریکایی بازی کردم همون موقع‌ها به اسم اوکلاهوما، سی هاو دی ران، نیناچکا. بعد اردوان مفید می‌خواستن یه نمایش سیاه‌بازی بزنن که خب ما از بچگی با هم دیگه بزرگ شده بودیم، ایشون اصلا منو آوردن تو تئاتر که ما این کارو کردیم. بعد یه نمایش دیگه بازی کردم به اسم محاکمه ایرج میرزا که آقای صدرالدین الهی نوشتن. بله. و آقای منصور پورمن کارگردانی کردن. بعد جان نثار که مال آقای زنده‌یاد بیژن مفید بود که خود ایشون بیژن مفید ما رو کارگردانی کردن.
بعد پس ایشون در سالهای بعد از انقلاب آقای بیژن مفید اینجا تشریف آورده بودن برای مدتی. بله. اینجا فوت کردن اصلا. بله. ایشون کارگردانی هم جانسار قبلا تو ایران داشتن، من اونجا بازی نمی‌کردم، ولی اینجا که کارگردانی کردن من نقش داشتم. بعد نمایشی بازی کردم به اسم من از کجا عشق از کجا که مال خانم پری صابری بودن که از تئاترهای بسیار قوی ایران هستن. بله. بعد آقای پرویز صیاد که عمو جان بهش میگم همکاری من با ایشون شروع شد. صمد به جنگ میرود، صمد از جنگ برمیگردد که من گدا علی رو بازی میکردم. بعد نمایش محاکمه سینما رکس آبادان که من نقش حسین تکبلی زاده رو بازی کردم، اون شخصی که سینما رو آتیش میزنه. فیلم سرحد رو با آقای صیاد بازی کردیم. بعد فیلمی با آقای بهروز وثوقی بازی کردم به اسم تهدید. بعد شروع کردم فیلم‌های آمریکایی این برام بیولی هیلز 90210 بریدی بانچ آنسالفد میستریز خلاص مختلف هم که درس خوندم استودیوهای مختلف زن و بچه و اینا. آره. بعد یه نمایشی بازی کردم با خود آقای بهروز وثوقی دو نفره به اسم پروانه‌ای در مشت که مال آقای ایرج جنتی عطایی بودن. دیدم اون نمایشتون واقعا چند سال پیش. بله. یه نمایشی بازی کردم به اسم مصدق که من نقش پسر مصدق رو بازی کردم، مال آقای رضا علامه‌زاده بود. نقش دکتر غلام حسین مصدق رو بازی کردم. همه اینا رو ما دور آمریکا و کانادا و اروپا بردین نمایشا، استرالیا بردیم، همه این نمایشا. یه نمایشی خودم نوشتم 89 به اسم مسئله کوچک حاله. بعد از اون یه نمایش نوشتم به اسم ننه سلیمه که آوردمش رو صحنه. بعد از اون یه نمایش دیگه نوشتم به اسم ننه سلیمه و شهرام شبپره با یه عده پدر سوخته که اونم آوردیم صحنه و دور دنیا بردیمش. خلاصه کل یه فیلمی بازی کردم به اسم سنگسار ثریا. الان اتفاقا اومدم بهش اشاره آره. کنم، گفتم یه وقت از قلم نیفته. بله. The Stoning of Soraya M که من نقش یه مولای پدر سوخته زیرک و بدجنس رو بازی کردم که خانم شهره آقداشرو برای دوستانی که آگاه نباشید در اون فیلم نقش آفرینی کردن. یه نمایش آمریکایی بازی کردم توی سان فرانسیسکو، برای مدت دو ماه هر ویکند میرفتم اونجا. نقش به زبان انگلیسی و نقش اولم داشتم، بعد نقش یک یهودی اسرائیلی بازی میکردم. خلاصه تا اونجا که تونستیم هم درس خوندیم، هم کار کردیم، هم به زن و بچه رسیدیم، هم به پشن و علاقه و عشقتون رسیدین، چرا که نه. آقای پورتاش، این فیلم ها، این پروداکشن ها، این کارهایی که درش حضور داشتید، آیا شما منیجری دارین که شما رو معرفی میکنه برای این نوع کارها، یا به چه شکل این کارها؟ من زمانی که من الان زیاد مگه اینکه منو بشناسن، من به خاطر اینشورنس خانومم که شده، من خانومم بیماری ام اس داره. بله. الان سال هاست. و من به خاطر اون اینشورنس هم که شده، به خاطر اون بیمه هم که شده، باید توی معلمی بمونم که اون اینشورنس رو داشته باشم. و به خاطر همین من ایجنتمو از دست دادم، ایجنت آمریکاییمو. اگه منظورتون فیلمای آمریکایی، بله، برای بله. که اونا میخوان هر روز برید برای آدیشن و همیشه هم میگن داری میری نقش میگیری، آخه حیف اینا. من گفتم من به اینشورنس این احتیاج دارم. الان مثلا اینکه اوباما کر داره یه کاری میکنه، خدا کنه که پری اگزیستنس بتونه داشته باشه. ولی به خاطر این قضیه چون نبوده، من مجبور شدم توی معلمی بمونم، ولی زیاد دنبال کار اکتینگ نتونستم برم. برای همین بیشتر تمرکزم روی کامیونیتی ایرانی ها بود که الان این نمایش رو نوشتم به اسم چم میگیری زنمو بکشی. یه چیز شخصی هم اصلا نیست، خدا اینا کرده. خدا رو شکر که اینو گفتین، چون منتظر بودم که اسم نمایش رو بگین بعد ازتون بپرسم که چی شد که یک همچین نمایش رو شما. من همیشه عاشق فیلم های ایتالیایی بودم و آمریکایی. وقتی که از بچگی بزرگ میشدم، همیشه این زیربنای فیلم های ایتالیایی، کمدی های ایتالیایی، مال ویتریو دسیکا اینا، زیربناش همیشه یک تلخی داشت، یک تراژدی داشت روش. اون وقت کمدی من اینجور کمدی ها رو دوست داشتم. حتی ننه سلیمه من هم اینجوری بود، حالا از تلویزیونش که بگذاریم، ولی روی صحنه زیربناش غم این مادر و بچه ها. بله. بالاش ولی خب ما میخندیم دستشون. چند میگیره زن منو بکشی هم داستان یه زن و شوهر ایرانی هستن که اینا از یعنی مرده از دست زنه داره بیچاره میشه، بیچارش کرده. زن خیلی دیکتاتوره، خیلی دیکتاتوره تو خونه. یه لوله کشی میاد که لوله خونه اینا رو درست کنه، متوجه میشه دلش برای مرده میسوزه و شروع میکنن نقشه قتل زنه رو ریختن. ولی داستان سورپرایزهای مختلفی داره. بعضیا میگن علی آخه این اسمش خوب نیست. میگم بابا کمدیه. اگه یه فیلم ایتالیایی بود هیچکس مسئله ای نمیدونست، ولی ما ایرانی ها تا میگیم چم میگیری زنم بکشی، میگن خیلی پرسونال میگیره. پرسونال میگن. میگم بابا جان کمدیه. یعنی اگر آره خب مثلا خیلی اسم بدیه، اگر خیلی ما میخواستیم جدی به قضیه نبود، ولی شوخیه دیگه. شوخیه. آره
شوخیه مگر اینکه آدم تازه سورپرایزایی که داره اتفاقا ما شیکاگو اینو اجرا کردیم کلمبوس اوهایو شیکاگو و دیترویت اجرا کردیم تو شیکاگو که اصلا یعنی هر جا که رفتیم اونجا اجرا کردیم دقیقا اون کسایی که به قول اسپانسرم غر میزدن که چرا اسمش اینجوریه آخرش اومدن با ما عکس مینداختن که چقدر ما کیف کردیم چون سورپرایزایی داره حتما چه افراد دیگری در کنار شما نقش آفرینی و بازیگری خانم مینا نایبی که بازی بسیار خوبی دارن و آقای کامبیز گوگوش که ایشون هم بازی بسیار خوبی دارن و ما همین سه نفر شما هستید آره شوهر رو من بازی میکنم نینا نایبی خانم هم بازی میکنه و کامبیز گوش اون لوله کشر بازی میکنه اوکی مدت زمان نمایش چقدر هست آقای پورتاش 50 دقیقه قبل از آن تراک 50 دقیقه بعد از آن تراک با 15 دقیقه آن تراک حالا فانتاستیک پس یه آن تراک هم آره. در بینش هست یه آگهی هم داریم اگه بله الان از اتاق فرمان خواهش میکنم که آگهی رو هم ما پس فردا یک شنبه ساعت 7:30 شروع میشه 3 نوامبر خیلی خوب پس دوستان عزیزی که در لس آنجلس اورنج کاونتی فور دات ماتر سان دیگو چون این برنامه در کنکوردیا یونیورسیتی هست که در اورنج کاونتی واقع شده بنابراین خیلی راحت دسترسی هم از لس آنجلس بهش هست با یک ساعت یا این مقدارم کمتر در راه و همچنین از سان دیگو که میتونید تشریف ببرید و همه دوستانی که مطمئناً در اورنج کاونتی هستید این یک شنبه که 3 نوامبر میشه فرمودید ساعت 7:30 شب هست آقای پورتاش ساعت 7:30 شب میتونید به دیدار نمایشی برید که نامش هست چند میگیری زنمو بکشی این نمایش رو آقای علی پورتاش هم نویسندگیش عهده دار هستن هم کارگردانیش رو هم یکی از بازیگراش هستن خانم نینا نایبی هم بازیگری میکنن و نقش همسر آقای علی پورتاش رو در این نمایش دارن و آقای کامبیز پسر خانم گوگوش نازنین و عزیزمون که ایشون هم نقش لوله کش رو دارن که احسار در حقیقت دلشون برای این آقای صابخونه میسوزه وقتی میرن و مکافاتا رو میبینن درسته؟ بله. خب حالا ما محل رو گفتیم اشاره‌ای داشتیم نمیدونم اتاق فرمان تونستن این DVD شما رو که برای تبلیغ بوده بگذارن اسم ما ببینیم جا هست کانکورد یا یونیورسیتی بله خب بریم اینو ببینیم یا شاید هم نمیتونیم ببینیم نمیدونم اگه دیفیکولتی داریم آماده است بله نگاه میکنیم یه قسمتی رو برمیگردیم خب قسمتی رو براتون بینندگان عزیز پخش کردیم که بتونید اطلاعات بیشتر رو در مورد تهیه بلیت نام نمایش بار دیگر و بازیگرانش داشته باشید من هم اشاره به شماره تلفن میکنم پیش شماره 949-502-1908 در ضمن کانکوردیا یونیورسیتی برای اون علاقمندانی که شاید وارد نباشید در شهر ایرواین هست و بلیتاش هم میتونن توی هولسوم چویس بله که فروشگاه معتبر ایرانی هست همه باش آشنا هستن که کجا هست جای دیگری هم هست یا فقط در هولسوم چویس فکر کنم بله برای اینکه خب در محل نزدیک به محل نمایش هست که کنکوردیا یونیورسیتی باشه آقای پورتاش این نمایش رو فرمودید در دو محل دیگر فعلا نشون دادید در حقیقت ایروان سه جا سومین جا هست یا سه جا نشون دادید چهارمین جا خواهد بود ما شیکاگو نشون دادیم کلمبوس اوهایو و دیترویت میشیگان پس سه جا نمایش تستامون اونجا کردیم برنده شدیم موفق شدیم ما هیچ شکی نداشتیم البته با سابقه کارهای آقای علی پورتاش و فعالیت‌های هنریشون و نمایش‌هایی که متعدد به روی صحنه بردید مطمئناً این هم کار جالب و دیدنی دیگری خواهد بود سوال بعدی من در حقیقت این بود که برای دوستانی که در لس آنجلس هستن و یا دیگر ایالات چه برنامه‌ای دارید برای آینده چیزایی که الان اسپانسرها دارن دنبال جا می‌گردن ولی الان چیزی که مشخصه گلندیال 15 دسامبر آه چه خوب آره الهر رو دارن میخوان ویلشر رو بگیرن من پرودوس نمی کنم پرودوسر رو اگرم فرق دیگه هستن
بعد شما دیگه بنزه کافی مسئولیت در این نمایش شما بلد نیستم پروتوش بکنم، اصلا نمیدونم چیکار کنم، واقعا نمیدونم چیکار کنم، چون دادم اعصابش خورد میشه. خوشحالم افراد دیگه دارن دست میگیرن این قضیه رو. آریزونا داریم میریم توی ژانویه و دی سی داریم میریم توی مارچ. خلاصه میدونم چند جا قرار داریم آره. دیتا مشخص نشد. اوکی، دلیلی که پرسیدم این هست که خب از طریق این تلویزیون که به همه ایالات آمریکا میره، اروپا، دوستان به هر حال کانادا، چه از طریق وبسایت میتونن ببینن asramruz.com. من حتما با پرودوسر این برنامه صحبت میکنم که حتما با شما صحبت میکنه، خوشحالم میشیم. بله حتما. حالا فرمودید که به ایست کوست به دی سی میره، انشالله به نیویورک و اون اطراف هم بره، برای که تعداد ایرانیایی که ما نیویورک 100% میریم. خانم یافا سلیمانی همیشه اسپانسر برنامه های من بوده و ایشون اتفاقا مزرن هم قراره دوباره اسپانسر این برنامه من باشن. چقدر عالی. پس بیننده های عزیزی که ما رو در جاهای مختلف دارید میبینید، خیلی نگران نباشید اگه در اورنج کانتی یا هومه تشریف ندارید، ولی بعداً میتونید که در ایالات خودتون ما چه در این برنامه بدونیم و چه در دیگر جاها، مطمئناً آگهی هاش رو خواهید شنید. ولی فعلاً برای دوستانی که در لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو هستید، در کنکوردیا یونیورسیتی همین یک شنبه که میشه سوم ماه نوامبر ساعت 7:30 شب این تئاتر به روی استیج میره، نامش هست چند میگیری زنمو بکشی. آقای پورتاش، شما وقتی که نویسندگی و کارگردانی رو هم عهده‌دار هستید و همچنین بازیگری، کدوم نقش رو از این سه تا کار بیشتر معمولا دوست دارید؟ و من شخصا ترجیح میگم تو تئاتر خودم کارگردانی نکنم، یه نفر دیگه واقعا کارگردانی میکنه، ولی چون خودم نوشتم و وقتی به عنوان بازیگر بله. توی تئاتر به عنوان اگر یه روزی بخوام فیلممو درست بکنم، دلم بخواد اصلا خودم بازی نکنم، کارگردانی فیلمو بکنم، ولی تئاتر 100% میخوام حواسم فقط به نقش باشه. منتها چون نوشتار خودم نوشتم و میدونم که چجوری باید دیلیور بشه، چجوری باید گفته بشه، اگر اینجوری بگی نمیشه، اگر اونطوری مفهومشو نمیرسونه، اینه که مجبورم خودم کارگردانی کنم. ولی اگر واقعا میشد میدادم یه نفر دیگه کارگردانی کنه، چون خودم ترجیح میدم فقط بازی کنم. پس شما در حقیقت بازیگری رو بیشتر بهش علاقه مند هستید تا کارگردانی رو. خیلی خوب، بسیار ممنونم از اینکه پاسخ سوال منو در این زمینه هم دادید. و سوال شاید آخر با توجه به وقت ازتون میخوام بپرسم بفهمت. این هست که آقای پورتاش، چه افرادی مورد نظرتون هستن که بیشتر ممکنه دیدن این نمایش براشون جالب باشه؟ برای کی این نمایشو که نوشتین، کیا بیشتر دلتون میخواد بیان این نمایشو ببینن و واقعا they would find it funny and comedy and hilarious? Who do you have in mind? من واقعا اصلا به این سوال شما فکر نکردم، که من وقتی که نوشتم گفتم خب کیا باید، سفارشی ننوشتم که مثلا بین، یعنی کپچر آدینستون کی بیشتر ازش؟ من فهم کنم هر کسی که از دیدن یک شنیدن و دیدن یک قصه لذت میبره. یعنی قصه خیلی عمومیه، حالا اگر سن بالا ممکنه بیشتر خوشش بیاد، سن پایین خوشش بیاد، اونا رو دیگه نمیدونم، ولی یه قصه است و این قصه یه قصه ایه که سنس آف هیومر قوی داره و تا حالا هم همچین نمایشی نوشته نشده که یه همچین اسمی داشته باشه. درسته. چون اسمش Actually it has a very catchy name. آره، یعنی یه عده ممکنه قور بزنن بگن آخه زشته این اسما چیه، ولی واقعیتش اینجاست که از اون اسماییه که چون کمدیه آدم کنجکاو میشه. یه ایرونی، اونم که بهش اطمینان داریم، پورتاش که داره کار میکنه، نوشته چند میگیری زنمو بکشی، عوض این که به دفاع چون میگن دعوا داشته باشن، بیایم ببینیم جریان. یه قصه است، یه قصه بانمکیه. خانم ها خیلی به دل نگیرین، این قصه است همینطوری که من این خط، این نشون، این شوخیه آقای پورتاش. حالا من یه چیز جالب بهتون میگم، این خط، این نشون، خانوما اتفاقا بیشتر خوششون میاد تا آقایون. خیلی خب، من اصلا میگم یه سورپرایزای توشه. آقای پورتاش، من فقط میخواستم خیالم راحت باشه که شب تئاتر شما احتیاج به اکسترا سکیوریتی گارد برای خودتون از طرف خانوما دارین یا ندارین. تو این نمایش اصلا نرخی هم داده نمیشه، قصه است، یه قصه بانمکیه و منم اصولا آدمی هستم که ریسک رو دوست دارم. بله. مثلا ننه سلیمه رو من بازی کردم، خب من اون موقع وقتی ننه سلیمه رو بازی کردم 37 سالم بود،
خب یه پیرزن 80 ساله رو داشتم بازی میکردم با اون اخلاقیات. خب اگر من خراب بازی میکردم بعد از 5 دقیقه مردم میگن برو مثلا برو پی کارت چیه، ولی خب این ریسک رو کردم رفتم ننستری. من این ریسک هم دارم میکنم، اسمی میذارم، موضوعی میذارم که ممکنه در وهله اول تماشا چیه رو بگه منظورش از این کارا چیه، ولی وقتی میاد میبینه میگه اوه اوکی. Now I know what he means. Yeah, now I got the idea. We are having fun with this. Yes. خب ایشالله امیدوارم که موفق باشین. yes. مطمئنم این هم یکی دیگر از کارهای موفق آقای علی پورتاش خواهد بود. دوستان یک دنیا ازتون تشکر میکنم، در ضمن ازتون دعوت میکنم که همچنان در ادامه برنامه Live with Suzi با ما همراه باشید که خانم مریم سیحون مهمان بعدی هستن که با ما در مورد گالری سیحون و هنرمندی که در این هفته در گالری سیحون کارهاش رو به نمایش خواهد گذاشت برامون خواهند گفت. از آقای علی پورتاش هم ممنون و سپاسگزار هستم. در ضمن دوستان مطمئناً دیشب که هالوین بوده خیلی از شما مهمانی هایی داشتید، حالا یا مهمانی های کوچک بزرگ، ماسک گذاشتید این طرف اون طرف رفتید. امیدوارم که هر کار کردید بهتون خوش گذشته. ما هم یک میوزیک ویدیو به دستمون رسیده که دوست دارم اینو براتون پخش بکنم. از در حقیقت The Holidays Dancing Band هست که این رو میتونید البته از طریق آیتونز یا CD Baby و Amazon.com هم دانلودش بکنید، ولی این 3-4 دقیقه میوزیک ویدیوی هالوینی هست که تا فعلا در حال و هوای هالوین هستین، چون میدونم در این ویکند هم بعضیا مهمونی هالوین رو دارن میگیرن، هنوز با هم نگاه میکنیم و مهمان بعدی رو دعوت میکنیم که به استودیو بیان. از آقای علی پورتاش هم تشکر میکنم. انشالله که موفق باشید و ما هم بیایم و تئاتر شما رو از نزدیک ببینیم. خوشحال میشم. مرسی. یاد بگیریم که چجوری باید زنمونو بکشیم. نه این حرف رو نزنید. دوستان با ما باشید. Thank you.
خب دوستان عزیزم، خوش آمدید به ادامه برنامه لایو ویت سوزی بخش دوم، در کنار مهمان عزیز دیگری که با ما هستند، خانم مریم سیحون، که با نام ایشون و چهرهشون احتمالاً آشنایی دارید و دعوت برنامه رو پذیرفتن. اولین باری است که در برنامه تلویزیونی ما در کنارشون هستیم، در برنامه لایو ویت سوزی. مریم جان خیلی خوش آمدید. سوزی جان خیلی ممنون از دعوت و درود فراوان به بیننده های شما. مرسی مریم جان. در ضمن برثدی گرل هم هستن، همین آخر هفته تولدشون هست. مرسی. که من از همینجا تولد شما رو تبریک میگم تا انشالله بعدم ویگان سلبریت اند پارتی. مرسی، خیلی ممنون. شما که دوست خیلی عالی و همیشه حواستون به همین چیز. خواهش میکنم. خب خانم مریم سیحون، من بارها شانس این رو داشتم که در برنامه‌های رادیویی با شما نشستی داشته باشم، در مورد گالری سیحون، هنرمندانی که به این گالری دعوت می‌کنید، صحبت مفصل داشتیم، ولی از اونجایی که این اولین باری است که من در تلویزیون در این برنامه با شما صحبت می‌کنم، برای بیننده‌های ما لطف کنین مقداری از کارهای گالری سیحون، سال تأسیسش و مسئولیت‌های خودتون توضیح بدید. حتما. گالری سیحون لس آنجلس در سال 2004 اینجا افتتاح شد و تا به امروز تقریبا میشه گفت هر هفته یک نمایشگاه و برخی از اوقات دو هفته یک بار نمایشگاه داریم. نقاشان و مجسمه سازا و هنرمندای فوتوگرافر تمام با کشورهای بسیار مختلف کار میکنیم، ولی خب اکثرشون ایرانی هستن. و به غیر از کارهای نمایشگاهی، ما یه سری برنامه‌هایی هم گذاشتیم به نام برنامه‌های شبانه سیحون که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته. باید این برنامه‌های شبانه برنامه‌های موزیک هستش با هنرمندان خیلی چیره دست و یک حالت به اصطلاح میتونیم بگیم یک گرده همایی که مردم بیشتر، اونایی که علاقه به هنر و موسیقی دارن، بتونن بیشتر با هم آشنایی پیدا کنن. یه حالت یک کلاب کوچیکی پیدا میکنن. بله، یک کلاب نیمچه خصوصی شده و یه سری دوستداران خودش رو داره که خیلی هم کار جالبیه. این کار رو کی شروع کردین مریم جان؟ جا نداریم. اگه جا داشتیم میتونستیم خیلی بیشتر توسعش بدیم، ولی این کار رو ما تقریبا 2.5 سال پیش شروع کردیم به همت خانم مامک خادم. بله، مامک که بنیانگذار این کار بود به نام شبانه سیحون و اولین نفری بود که واقعا کمک کرد، این کار کرد. بسیاری از هنرمندان خوب مثل حمید سعیدی، استاد فریبرز عزیزی، پژمان حدادی، بله، آقای استاد علی اکبر مرادی، بسیاری از این هنرمندان بزرگ، آقای همایون خسروی، خیلی در این کار دست داشتم و سعی کردم برنامه‌های ما رو جالب کنم. حالا اتفاقا هفته دیگه برنامه برای شب مولانا گذاشتیم با آقای فریدون فرندوز و چند تن از هنرمندان دیگه که قراره اجرا داشته باشن. خب جا دارید که به اون اندازه که الان یه صحبتی هم راجبش بشه یا اینکه اوور سولد اوت خواهید شد؟ میتونیم صحبت کنیم، ولی متاسفانه میگم واقعا، یعنی بیننده‌های شما خیلی زیادن، حتما ما نمیتونیم همه رو جا بدیم، ولی خب اگه کسانی هستن که دوستدار این برنامه هستن میتونن تماس بگیرن و با ما روی وبسایت برن، میتونن اطلاعات جویا بشن. تبلیغ نکردیم به دلیل همین موضوع. I told you it's very private. چند تا چیز روی فیسبوک گذاشتیم، ولی خب اگه بخوان میتونن شماره سیحون ویکند آینده است، یک شنبه 10 نوامبر، بله، از ساعت 6 بعد از ظهر. دو خانم جوان بسیار خوش صدا خواهند بود که میخونن. خانم لیلا محمدی خواهند بود، آقای بهنام زیایی، آقای مهداد نقیبیان دف خواهند بود، چقدر عالی، آقای همایون خسروی ویولنسل خواهند بود و چندین هنرمند دیگه که خواهیم داشت و آقای صدای جادویی آقای فریدون فرندوز دیگه. این سی دی ریلیس جدیدشونه که برای شمس، شب شمس. بله، واقعا خسته نباشه. خانم مریم سیحون یکی از اون خانم های بسیار فعال هستند در جامعه ایرانی که من واقعا حیرت میکنم که مریم جون از کجا وقت میارن با داشتن دو فرزند برومند که اونها هم بسیار موفق هستن. الکس که ایشون هم یکی از پسرهای گل و نازنین مریم جان هست که الان اشارهی به اسمش داشتم چون قبل از شو راجبش صحبت میکردیم. مریم جان این خبر خوش رو هم در مورد پسر نازنین الکس جان بگی. من داشتم به سوزی جان میگفتم پسر من که تو کار موزیک الکترونیک هستن، گفتم چه هدیه خوبی برای تولد من به من داد، برای اینکه ماه آگست با آرمین ومبیورن که شماره یک تو رشته الکترونیک میوزیک هستش یه قراردادی امضا کرد و یکی از موسیقی‌های خودش رو با اون لیبل کمپانی امضا کرد و امروز خبرش اومد که توی
تاپ 15 تا بهترین موسیقی اون لیبل شماره 4 اون شده. بله این خیلی مهمه دوستان. نمیدونم چقدر به اهمیت این موضوع واقف هستید، ولی برای اونایی که در این رشته ها به هر حال به نوعی آگاهی بیشتری شاید داشته باشن یا دستن در کار هستن، واقعا به اهمیت موضوع بیشتر میتونن پی ببرن و بیشتر اپریشیت بکنن این نوع خبرها رو، که وقتی بچه‌های ما در این زمینه ها اینطور چشمگیر هست فعالیتاشون، واقعا جای قدردانی داره. امید داریم که ادامه پیدا کنه، چون این هنرمندا همیشه یه موقعی میتونن خیلی بسازن و یه موقعی ساکت میشن دوباره شروع میشه. بله نه ماشاءالله پسر شما خلاقیت بسیاری داره در این زمینه‌ای که شروع کرده و من مطمئنم که در آینده بسیار نزدیک مریم جون اینجا میشینن و میگن حالا دیگه شده نمبر 1 توی چارت. چرا که نه، من مطمئنم و این رو میبینم در آیندهش. بسیار بچه‌های قابلی تربیت کردین، در ضمنی که بسیار هم بیزی هستن. و اما بریم سراغ اینی که بهانه اصلی و ریزن اصلی که من از خانم مریم سیحون امروز دعوت کردم که در خدمتشون باشیم، و اون هم هنرمندی است که از فردا که شنبه هست در گالری سیحون آثارش رو به نمایش میگذاره. مریم جان بله، فردا آثار نقاشی خط آقای مهرداد ایمن در گالری سیحون به نمایش گذاشته میشه. برای اولین بار ما با این هنرمند کار میکنیم، ولی ایشون خیلی پشتوانه بزرگی در کار هنری دارن. ایشون تحصیلات نقاشیشون از دانشکده هنرهای زیبای تهران بوده، بعد به فلورانس رفتن و در رشته معماری تحصیل کردن. The best place for architecture. و این نقاشی خطهای آقای مهرداد ایمن هم از لحاظ کمپوزیسیون رنگ بسیار بسیار زیباست، یعنی الوان بسیار زیبایی استفاده شده در این کارها، همین که یک حالت سبودی داره این کارها و این خط به اصطلاح حروف فارسی رو ایشون به حالت سبودی در آوردن و با یعنی المان ها رو یه جوری در همدیگه قاطی کردن، جای دادن و مجموعه بسیار بسیار چشم نواز و زیبایی شده، که امیدوارم که دوستداران این نوع کار و کارهایی که بسیار در این راه نوآوری شده درشون بیان فردا و فردا از این نمایشگاه زیبا بازدید کنن. من خواهش میکنم از اتاق فرمان که یه سری عکس‌هایی رو از این کارها داریم در دست که بهتون نشون بدن. اوکی خب این داره راجع به شروع نمایشگاه که فردا هست براتون میگه که از ساعت 4 تا 8 شب ریسپشن دارن که برای عموم هم دیدار و بازدید رایگان هست در گالری سیحون، و گالری سیحون روزهای سه شنبه تا شنبه میتونه پذیرای شما باشه بین ساعت 12 تا 5. البته فردا 4 البته فردا که خب اوپنینگ و مراسم افتتاحیه گالری هست، شنبه ها مطابق معمول که دوستان به گالری سیحون میان، اصلا اونجا شده دیگه به نوعی پاتوق دوستان هنرمند و علاقمند به هنر. 4 تا 8 بعد از ظهر فردا که میتونید به گالری سیحون تشریف ببرید. البته نمایشگاه تمام هفته باز هست به جز روز دوشنبه که نمایشگاه تعطیله، درسته؟ بله، یک شنبه و دوشنبه تعطیله. بله. خب فردا هم که ساعت 4 خود هنرمند آقای دارن. بله، آقای مهرداد ایمن حضور دارن. حضور دارن. ایشون اصلا اینجا زندگی میکنن؟ اینجا زندگی میکنن. بله. اتفاقا در همین مجاورت همین تلویزیون نزدیک اینجا. بله. چه جالب. میدونن امروز ما داریم راجعشون صحبت. بله بله. خیلی هم سلام خدمت شما. خواهش میکنم سلام ما رو بپذیرید. بله. سلام ما رو بپذیرید تا ان شاءالله فردا از نزدیک با شما هم آشنا بشیم، بیایم کارهای زیبای شما رو که مریم جان بی خود از چیزی تعریف نمی کنن. واقعا کارهای بسیار زیباییه و من دلم میخواست، یعنی نتونستیم همه کارها رو جا بدیم برای اینکه خب گالری اونقدر بزرگ نیست، خیلی هم دلم سوخت برای اینکه خیلی هاش بود، اصلا دلم نمیخواست که برگرده منزل، ولی خب دیگه چاره نداشتیم به هر حال اونجا که یه مقداری رو پیک کردیم. بله مریم جون، شما چجوری آرتیست ها رو انتخاب میکنید؟ الان فرض کنید یه عده دارن برنامه رو نگاه میکنن، علاقمند هستن که کارهاشون رو در نمایشگاه سیحون بگذارن که دوستان ببینن، چطور تماس باید بگیرن؟ من اصولا بکراند هنری ندارم، یعنی بگم تحصیلات هنری من نداشتم، ولی به گفته مادرم همیشه میگفتن تو بهترین دانشکده هنری رو رفتی، چون از بچگی بزرگ شدم در کنار پدر و مادرم که رنگ و نقاشی و همینا دائم تو خونه ما بوده و
و با تمام نقاشان بزرگ معاصر ایران خب رفت آمد داشتیم. بعد اینا وقتی دور هم می نشستن همه راجع به نقاشی هاشون با هم صحبت می کردن، یکی می گفت ببینید مثلا اینجا خطش اینجوره یا اونجا رنگش اونجوره. خب اینا که حرف می زدن من و برادرم هم اون کنار بودیم و می دیدیم و می شنیدیم و خب چشممون آموزش پیدا کرد و خب البته من هیچ وقت اون اطلاع و نالج مادرم رو ندارم، ولی من با چشمم میرم جلو، یعنی چشمم یه چیزی که میبینه خوشش میاد و بهش علاقه پیدا میکنه، من اون کار رو انتخاب میکنم و در نمایشگاه میذارم. بسیار زیبا. دوستان از طریق ایمیل یا فیسبوک میتونن با شما در تماس باشن؟ هنرمندان از ایمیل یا فیسبوک و همینطور از اگه پیدا نکنن آدرس ما رو از اینترنت یا 08 ایرانیان همه چی هست دیگه الان با اینترنت خیلی آسون. بله همه چیزا نزدیک و راحت شده، همه از همه جای دنیا. واقعا همینجوری. آیا خیلی دوستان هنرمند ایرانی هستن که از ایران با شما تماس میگیرن و علاقه مند هستن؟ بله واقعا این فیسبوک خیلی باعث شده که اصلا افرادی که آدم نمیشناخت و بتونه ببینه مثلا در یک واقعا شهرستانای دورافتاده یا حتی شهرک‌های کوچیکی که اصلا آدم به فکرش هم نمی‌رسه و چه هنرمندای با استعدادی واقعا. و چقدر ممنون از شما که به این هنرمندا این راه رو میدید، این فضا رو میدید که بتونن بیان و آثارشون رو به نمایش بگذارن، بلکه داشتن هنر و پوت توگیدر کردنش و کشیدن یه تابلو که خب بسیار عالی هست، ولی اینها همه احتیاج بعد به این داره که مرحله آخر و پایانیش این هست که جایی باشه که این آثار و این هنرها بتونه به نمایش گذاشته بشه، اون هم از طرف افرادی که به هر حال تخصصی دارن، آشنایی دارن، همینطور که مریم جان البته she's being very modest ولی با توجه به بک‌گراند مریم جان که در خانواده هنری و هنرمند واقعا بزرگ شدن، با این کارها آشنا هستن، این برنامه ها و موقعیت ها رو برای افراد هنرمند قرار میدن که بتونن آثارشون رو به من و شمایی که علاقه مند هستیم به هنرهای این افراد و واقعا لازم هست که ما بتونیم اینها رو اینکاریج بکنیم و ازشون حمایت بکنیم رو هر هفته زحمت میکشن و به نمایش میگذارن. خواهش میکنم. حالا خب. اگر که من منتظر یه هنرمندی هستم که هنوز هیچی نمیگم، انشالله اگر که ویزاشو بتونه بگیره واقعا یکی از فکر کنم بهترین برنامه‌های امسال ما بشه. مطمئنم. اتفاقا سوال بعدی من از شما قبل از که برنامه‌مون به پایان بره همین بود. مریم جان می‌خواستم بپرسم ببینم هنرمندانی که از ایران میان برای نمایشگاه آیا راحت میتونن آثارشون رو به همراه بیارن؟ چون برها شوخی نیست، من اومدم نمایشگاه‌های شما این فریم‌ها رو هم دو نقل کردن. آیا راحت بهشون اجازه میدن یا چطور هست؟ نه ببینید وقتی که با خودشون که میان میارن خب خیلی آسان‌تره. اگر نه باید مثلا اونایی که روی بوم هست لوله میکنن میفرستن، یا اینی که اگر که روی کاغذ باشن، ولی باید اینجا خلاصه سر هم بشه به خاطر اینکه هزینه زیاد میشه اگر به صورت جعبه وارد بشه. آها پس بله. به اون شکلی که ما در گالری شما میبینیم نیست. اوکی اینم یه تریکش بود که من توجه نکرده بودم. درسته. باید پس باید همه اینا بره روی چارچوب و درست بشه. حالا ما هفته دوم نوامبر، بله. نه ببخشید نیمه نوامبر یک هنرمندی داریم از آلاسکا. واو بله. هنرمند ایرانی؟ ببخشید بله آلاسکا هنرمند ایرانی است؟ نه ایرانی نیست، نان ایرانیه، آمریکایی، آمریکایی از آلاسکا. چه جالب. خب اتفاقا خیلی خوب هست این کار شما، برای اینکه هم ایرانی ها و آمریکایی ها رو با هم کارهاشون رو به نمایش میگذارین که به خصوص جوانترهای ما، نیو جنریشن ما که بیشتر خب تو کامیونیتی آمریکایی بله. هستن، اونا هم بدونن که به هر حال نمایشگاه سیحون از دوستانشون، همکارانشون بله. از اونها هم حمایت یعنی میکنه و کارهاشون رو نمایش هنر میده. هنر به اصطلاح مرز نداره، کشور نداره، یعنی من فکر میکنم هنرمند وقتی کارش خوبه مهم نیست که از چه کشوری میاد، دقیقاً. رنگش چیه، دینش چیه، برای من مهم نیست، من فقط کاری که دوست دارم میذارم. حالا این هنرمند آلاسکایی کارش در چه موردی هست در زمینه نقاشی؟ کلاسیک، مدرن کلاسیک قاطیه، ولی خب جالبه، خیلی جالبه، رنگامیزی و همه کاراش خیلی جالبه، خودشم شخصیت جالبی داره، من دوست داشتم براش کار بذارم. و بعد از اونم یک آقای جوان آمریکایی خواهد داشت که عکس مجموعه عکسش رو میذاره،
پارسال هم همین موقع نوامبر با من نمایشگاه داشت. من اتفاقا فکر کنم اومده بودم اون نمایش. سال یک بار نمایش داره با من و امسال هم همین ماه نوامبر افتاده. خب براو به شما. ولی خب فعلا از همه اینا من بیشتر کار آقای مهرداد ایمنو خیلی خوشحالم که فردا افتتاح میشه. بسیار، ما هم همینطور انشالله که فردا به نمایشگاه سیحون خواهیم اومد. 4 تا 8 دوستان به خاطر بسپارید که به نمایشگاه سیحون سری بزنید. مراسم افتتاحیه یا شروع نمایشگاه هست. البته روزهای دیگر به استثنای یک شنبه و دوشنبه باز هم نمایشگاه سیحون در حاشیه روی شما باز هست 12 تا 5، ولی فردا که روز افتتاح نمایش هست ساعت 4 تا 8 اونجا باز هست. خود آرتیست هم حضور خواهند داشت، خانم مریم سیحون و همه عزیزان علاقمند به هنر و هنر دوستان هم هستن که میتونه یه شب جالبی باشه. میگم همینطوری که گفتم مریم جو خودت هم میدونی اونجا شده پاتوق همه دوستان قبل از اینکه شنبه شب به هر جای دیگه و مهمانی و غیره که باید برن، اول یه سری همه میرن دیداری با مریم جون و هنرمندان تازه میکنن و بعد هم میرن به ما. مخصوصا هم ساعت ها رو قبلا 6 تا 9 بود کردیم 4 تا 8 که همه بتونن به تمام برنامه‌هاشون برسن. بله ماشاءالله شما فکر همه جاری می‌کنید. چاره نیست دیگه، بلکه خیلی میخوان بیان نمیتونن. ما هم ساعت رو عوض کردیم. اتفاقا من متوجه این موضوع شدم، در ضمن یادآور بشم که این یک شنبه ساعت‌ها هم عوض میشه. یعنی نیمه شب شنبه ساعت‌ها برای اینکه الان پاییزه فولد بک، یعنی یک ساعت به عقب برمیگرده. توی اروپا اوردی شده، بنابراین ما با اروپا الان موقتاً 8 ساعت اختلاف داشتیم، ولی از این شنبه ساعت 2 بامداد که ساعت ها چنج میشه اختلاف ساعت اون دوباره همون 9 ساعت میشه با بیشتر کشورهای اروپایی که بوده. برابر این، البته این روزها با داشتن تلفن های سمارت و ساتلایت دیگه نگران نیستیم، چون خودش اتوماتیک عوض میکنه و کار ما رو راحت. گالری من یه دونه ساعت، یعنی یه تایمر دارم، یه رفتم عوض شده الان 3 روزه. من گفتم چرا یه ساعت رفته عقب، اوردی عوض شده به هوای ساعت اروپا که عوض کردن. عوض شده. خب مریم جان انشالله میایم شما رو یک شنبه میبینیم، باز هم شنبه میبینیم. یک شنبه تولدتونه، من برای همین گفتم یک شنبه برای که روز تولدشون یک شنبه است. شنبه هم که فردا باشه شما رو در نمایشگاه میبینیم. امیدوارم که سال بسیار خوبی براتون باشه، همیشه موفق، شاد، سلامت و بالای سر بچه های نازنین و گلتون و زیر سایه پدر عزیز آقای مهندس سیحون که نامشون رو همه ایرانیان میشناسن و باعث افتخار همه ما ایرانیان هستن. امیدوارم که سالیان سال سلامت باشن. واقعا با خانم سیحون چند روز پیش صحبت میکردیم، پیشنهاد دادیم که اگه میشه آثار پدر رو در نمایشگاه بگذارن یک بار دیگه، دیگه وقتش شده. حالا دارن راجبش فکر میکنن و انشالله خبرها رو میگیم. برای 9 نوامبر که بزرگداشت پدر، یعنی یه آنر به صلاح آنر، جایزه آنر دارن میدن فرهنگ فاندیشن به پدرم، گفتم شاید همون موقع یه سری از کاراشونو به نمایش بذاریم تو گالری، چون نمایش کس دیگر رو نداریم. خب بسیار عالی، اینو نگه داشته بودم. 9 نوامبر فرمودین؟ بله، شاید مثلا 9 نوامبر جایزه فرهنگ فاندیشن، گفتم شاید همون هفتهش کارای بابا رو. خیلی هم عالی میشه اگر شد که ما خوشحال میشیم بشنویم، هم به اطلاع دوستان برسونیم، هم خودمون حضور داشته باشیم. خیلی ممنون. در حال وقتمون به پایان رسید. فردا پخش مجدد برنامه لایو ویت سوزی ساعت 11 صبح شنبه به وقت لس آنجلس هست دوستان. تا هفته آینده برنامه لایو ویت سوزی که معمولا ساعت 5 تا 6 تقدیمتون میشه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنونم از توجهتون به برنامه. اگر دوست دارید این برنامه رو اسپانسر بکنید، میتونید با ایمیل من یا تلفن با من در تماس باشید. خانم مریم سیحون ممنونم از وقتتون. سپاس از دعوت و ویکند خوبی رو برای بیننده‌هاتون آرزو می‌کنم. مرسی دوستان. شب بخیر.